درست آستانه سرنگونی بود، یعنی آخر دیدار که در واقع همه شورای رهبری داشتن با رجوی که در واقع خودش میگفت خداحافظی تودیع به نوعی، توی این در واقع نشستی که با ما داشت گفت که من یک جلسه یک نشسته میذارم و خداحافظی میکنم، شما به خودتون نگیرید، من با شما دوباره شما رو میبینم و رابطه دارم، ولی برای بقیه ها دیگه سعی میکنم دیده یعنی نبینم منو و دیگه اون دست شما هاست که منو دوباره بیارید با بچه ها آشنا کنین و دوباره من بتونم به نیروها بسشم، به افرادم دوباره بس بشم. این دیگه وظیفه شماست. و بعدها این شعار رو تو دهن بچه ها انداختم که شیر همیشه بیدار، رسیده وقت دیدار. بیدار همیشه بیدار. سازمان تلاش میکنه که اینو به عنوان یک مقوله امنیتی جا بندازه، مثل بهانه‌های امنیتی که همیشه در طول تاریخ سازمان بوده، ولی دلیلش صرفا سیاسیه و اونم اینه که به هر حال تمام پیشبینی‌های رجوی غلط از آب در اومده. استراتژی که به عنوان استراتژی همیشه اعلام می‌کرده به گل نشسته و به بنبست رسیده و الان حرفی برای زدن نداره. انبوهی جدا شدگان سازمان هستن که این فرقه برهبرش مورد سوال قرار میدن. هر روز افشاگری‌های جدیدی میشه. اگر بخواد ظاهر بشه هر چه که هست، بالاخره اول باید پاسخگوی خیلی چیزا باشه که الان مایل نیست به این سوالات پاسخ بده. از پیروز کسی سوال نمی‌کنه، که این جمله معروف هیتلره که میگفت از پیروز کسی سوال نمی‌کنه. و هیتلر در ادامهش میگه کسی هم که شکست می‌خوره لازم نیست اونجا باشه که سوالی جواب بده. که الانم رجبی در واقع کسی است که در واقع بهتره که حضوری نداشته باشه که بخواد سوالی جواب بده.